گنج مثنوی چاره درد بیابانگردی که چند روزی بود بدون آب و غذا در بیابان سرگردان شده بود، به امید رسیدن به نزدیکترین آبادی قدم‌های خستش رو بر شن‌های بیابان می‌کشید. شتر مرد که بعد از روزها سرگردانی در بیابان چشمش به بوته خاری افتاده بود، افسار رو از دست مرد بیرون کشید و سراسیمه برای خوردن بوته خار دهید. مرد که با هزاران زحمت تن خستش رو به شتر رسونده بود، نگاهی به شتر که با ولع مشغول خوردن خارها بود انداخت و گفت: کاش منم میتونستم مثل تو خار بخورم. مرد سعی کرد که نان خشکی رو که به همراه داشت بخوره، اما نان انقدر سفت بود که مرد خشمگین شد و نان را به کنار انداخت و به امید سیر کردن شکم گرسنه‌اش به خیال فرو رفت. در خیال شتری را در حال کباب شدن بر آتش دید. مرد که از این خیال خوشمزه دهانش آب افتاده بود، خواست تا یه گاز حسابی از شتر کبابی بگیرد. مرد بیچاره که گرسنگی عقل از سرش پرانده بود، گازی محکم به پای شتر زد. شتر هم وحشت زده سر به بیابان گذاشت. مرد هم که دیگر نمیتوانست واقعیت را از خیال تشخیص دهد، دوباره به خیال فرو رفت. اما این بار به جای کباب شتر درختی پر از میوه‌های رنگارنگ دید. مرد خوشحال مشغول خوردن از میوه‌های آبدار شد. سواری که از بیابان می‌گذشت، با دیدن مردی که با اشتهای فراوان خار می‌خورد، به سمت او رفت تا ببینی چی باعث شده مرد بیچاره با این اشتها خار بخوره. سوار همانطور که آروم آروم به مرد نزدیک می‌شد، با دیدن ماری که مرد بیخبر از همه جا رو تومه خوبی برای شکار یافته بود، به سمت او تاخت تا مرد رو از گزند مار حفظ کرد. اما پیش از اینکه مار بتونه گزندی به او برسونه، مرد که در خیالات خوشش مار رو با قضا اشتباه گرفته بود، درسته اونو قورت داد. سوار که نتونسته بود مانع مار خوردن مرد بشه، برای نجات مرد از مار زندهی که در شکم داشت فکر دیگه ای کرد. سوار گرزش رو بلند کرد و چنان بر سر مرد بیچاره کوبید که مرد رو فرسنگ ها از خیالی که می دید بیرون آورد. مرد بیچاره که یک باره از خیال به اون خوشمزگی چشمش به سواری خشمگین افتاده بود، خودش رو عقب کشید. مرد بیچاره که دلیلی برای خشم سوار نمیدید، با خودش فکر کرد شاید سوار اونو با یکی دیگه اشتباه گرفته. بنابراین تصمیم گرفت سوار رو متوجه اشتباهش بکنه. اما سوار به همه چی توجه داشت به جز حرفهای مرد. مرد با خودش فکر کرد شاید این سوار صاحب این بیابانه و از اینکه من بی اجازه وارد زمینه شدم ناراحته. اما این حدس مرد هم درست از آب در نیامد. بودو بودا وای نسته بارا بارا میزنم بودا تو من بکن
بایستی بزن برو بادا بادا نزن نزن برو میزنم برو سوار اونقدر مرد رو پیشا پیش اسبش در بیابان دواند تا به درخت سیبی با سیب‌های گندیده رسید. مرد بیچاره نگاهی به سیب‌های گندیده پای درخت انداخت. از اونجایی که دیگه طاقت خوردن گرز نداشت تصمیم گرفت یه سیب سالم لا بلای اونا پیدا بکنه که بار دیگه نهیب سوار او رو از جا پرند. مرد که نمیدونست چه گناهی کرده که سوار با اون بدرفتاری میکنه تصمیم گرفت برای نجات خودش از سوار بخواد که گناه نکردش رو ببخشه. میزنم دوباره تو سر میزنم چگونه میخورم. ببین آقای سوار، من نمیدونم چه اشتباهی چه جرمی چه جنایتی کردم، اما شما خواهش میکنم هر کاری کردم به بزرگی خودتون ببخشید. خب خواهش نکن، برو سر بخور. نه. اما سوار گوشش به هر چی بدهکار بود، اون حرفای مرد نبود و مرد ناچار سیبی رو در دهان گذاشت. مرد ترسیده باز هم سیب می‌خورد. مرد که از امر کردنهای سوار جونش به لبش رسیده بود دست از جون شست و شروع به بد و بی راه گفتن به سوار کرد. مرد هر چه دلش خواست به سوار گفت و با اون قهر کرد و روی زمین نشست. اما سوار که یک گوشش رو در کرده بود و اون یکی رو دروازه، کمندش رو در آورد و مرد رو به کمند گرفت و دنبال خودش کشوند. سوار که تا بیرون آوردن اون مار از شکم مرد خیال نداشت دست از سر مرد برداره، اون بیچاره رو تا غروب دنبال خودش دوید. مرد هم که در اون بیابان هیچ پناهی جز خدا نمیدید، به خدا پناه برد. شب شد، از زندگی افتادیم. مردم خدایا، آخه من چه اشتباهی کردم که گرفتار این شدم؟ خدایا یا منو از دست این دیو نجات بده یا همین جا جونم رو بگیر. ای خدا، که دیگه نای دویدن نداشت روی زمین افتاد و از اونجا که سیب‌های گندیده حسابی دلشو آشوب کرده بودن، هر چی که از بیابان تو شکمش ریخته بود به بیابان پرید. مرد با دیدن ماری که خورده بود تازه دلیل همه کارهای سوار رو فهمیده بود. بعد او خودشو به دست و پای سوار انداخت تا برای نجات جونش از اون مار خطرناک از سوار تشکر کنه. من نجات دادی. ای من به قربون این گرزت برم که باش میزدی تو سرم. ای من به قربون این دست برم که گرز به اون سنگینی رو بلند کرد. آخه چرا یه کلمه نگفتی موضوع چیه تا منی همه بد و بیرابت نگم؟ اگه میگفتم که از ترس نمیتونست قدم از قدم برداری. من دیگه باید برم، غروب نزدیکه و راه دراز. خدا خیلیت بده، منم ببر. خدا میشکر، منم ببر، منم ببر. خدا خیلی خیلی جمعه.
بله بچه های عزیزم، دوستی با آدم های عاقل و کاردان ممکنه کمی سختی داشته باشه، اما وقتی دلیل سختگیری هاشون رو بدونیم، هیچ وقت حاضر به از دست دادن چنین دوستانی نمیشیم. دشمنی عاقلان زینسان بود، زهر ایشان ابتهاج جان بود.